سرخط خبرها، فرمانده قطعه سرخ طالبان در شهرستان جبل سراج کشته شد. خبر دلخراش به هواداران حسیب قوی مرکز. افشای یک پلان وحشتناک اسدالله خالد و حامد کرزی. کشته شدن 11 طالب در کمین نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر. طالبان در مناطق هزارنشین کندک نظامی ایجاد کردند. عبدالله عبدالله به کابل بازگشت و طالبان یک زخمی شفاخانه ایمرجنسی را در دالاسنگ پنجشیر تیرباران کردند. با یاد خدا به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. عبدالله عبدالله به کابل بازگشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی پیشین پس از سفر 43 روزه به کابل بازگشت است. او روز شنبه 21 جوزا پس از یک سفر 43 روزه به کابل بازگشت است. عبدالله عبدالله در سفر پیش اعلام ناشده به هند رفته بود. او بامداد امروز بر رسانه ها گفته است که آرزو دارد مردم افغانستان در آرامش و در سایه عدالت زندگی کنند. عبدالله از طالبان خواسته است تا در این زمینه تلاش کنند. عبدالله عبدالله طی اقامتش در هند با برخی از مقام های خارجی از جمله توماس فیس نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان در دهلی نو دیدار و گفتگو کرد. طالبان یک زخمی شفاخانه ایمرجنسی را در دالاسنگ پنجشیر تیرباران کردند. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان یک زخمی شفاخانه ایمرجنسی را در یک ایست بازرسی در این ولایت تیرباران کردند. و گفته منابع این رویداد حوالی ساعت 11 پیش از چاشت روز جمعه 20 جوزا در ایست بازرسی دالاسنگ پنجشیر به وقوع پیوسته است. منابع میافزایند که این فرد حبیب الله نام داشت و از نای پا زخمی بود. منابع میگویند طالبان حبیب الله را که به منظور زخمی بندی و مداوای جراحت پایش از ولایت کاپیسا به شفاخانه ایمرجنسی پنجشیر میرفت، در ایست بازرسی دالاسنگ متوقف کرده و به اتهام اینکه او از اعضای جبهه مقاومت است در همان محل تیرباران کردند. در همین حال منابع به نقل از بستگان این فرد میگویند او در جریان درگیری ها در روستایشان مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و زخمی شده بود. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. کشته شدن 11 طالب در کمین جبهه مقاومت ملی. حملات طالبان بر جبهه مقاومت ملی در دو منطقه پنجشیر با شکست مواجه شده است. جبهه مقاومت با نشر خبرنامه می گوید که طالبان روز جمعه 20 جوزا به نیروهای جبهه مقاومت در روستای پیشغور و چمالورده حمله کردند، اما این حملات با شکست مواجه شد. به گفته جبهه مقاومت ملی در نتیجه این حملات یک تن از نیروهای این جبهه به گونه سطحی زخم برداشته است. خبرنامه می افزاید که امروز در نتیجه کمین از پیش برنامه ریزی شده نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان برای طالبان در منطقه آستانه 11 طالب کشته شدند. این در حال است که حمله درست پیش طالبان بر قرارگاه کوی ثور نیز 8 کشته برای طالبان بر جای گذاشت. طالبان در مناطق هزارنشین کندک نظامی ایجاد کردند. منابع محلی در ولایت سمنگان میگویند که طالبان یک کندک 500 نفری را به تازگی در مربوطات زردسنگ ولسوالی در ایسوف بالا در ولایت سمنگان مستقر کردند. یک منبع معتبر روز جمعه 20 جوزا بر روزنامه 8 صبح گفت که از دو روز به این سو نیروهای طالبان در این کندک در منطقه سرحدی ولایت های سمنگان، سرپل و بامیان موقعیت دارد جابجا شدند. منبع محلی می افزاید که طالبان بعد از ظهر امروز تلاشی خانه به خانه را در حومه های سرحدی ولسوالی در ایسوف ولایت سمنگان
و قسمت های از ولایت سرپل آغاز کردند. ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان، همسرحد به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و ولسوالی یکاونگ ولایت بامیان است. یک منبع آگاه به روزنامه 8 صبح گفت که اختلافات درونی میان گروه طالبان سبب شده است تا برخی از فرماندهان غیر پشتون این گروه صفشان را از طالبان پشتون جدا کنند. فرمانده قطعه سرخ طالبان در شهرستان جبل سراج کشته شد. بر اساس گزارش منابع آریا پرس، از شهرستان جبل سراج مولوی مدثر یکی از فرماندهان قطعه سرخ طالبان که گفته می شود تامین امنیت جاده ها مبنی بر سالنگ ها، گلبهار، کاپیسا و پنجشیر را بر عهده داشت، امروز جمعه 20 جوزا در کمین نیروهای جبهه مقاومت کشته شده است. این در حال است که شب گذشته نیز یک واسطه نو رنجر طالبان پس از برخورد با کمین نیروهای مقاومت در جبل سراج تخریب شده است. اما از تلفات ناشی از این حادثه تا هنوز معلومات در دست نیست. قابل ذکر است که یک تن از فرماندهان این قطعه طالبان در ماه سنبله سال 1400 در پنجشیر دستگیر شده بود. افشای پلان وحشتناک اسدالله خالد و حامد کرزی. صمیم نایاب در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است. ایدریس رحمانی کارشناس روابط بین المللی چنین میگوید: یافته های یک تحقیق چند ماهی من نشان می دهد که قبل از سقوط جمهوریت حامد کرزی و اسدالله خالد با تمام فرماندهان وزارت دفاع و داخله که در خط جنگ با طالبان بودند تماس گرفته میگویند برادرکشی را بس کنید، جنگ نکنید، دیگر فایده این ندارد، با طالبان تسلیم شوید. و یک خبر دلخراش به هواداران حسیب قای مرکز. به نقل از آماد نیوز، گرگ حسیب پنجشیری در نتیجه شلیک گلوله زیر دستان حمید خراسانی کشته شد. منابع با آماد نیوز میگویند که در نتیجه شلیک مستقیم زیر دستان خراسانی گرگ فرمانده حسیب پنجشیری کشته شد. اما نزدیکان خراسانی میگویند به دنبال تعقیب برادر حسیب پنجشیری که در پای جابجایی ماین بود گرگ کشته شد. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.